اصل 86 قانون اساسی میگوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردند تعقیب یا توقیف کرد چند روز پیش علی متحری با استفاده از همین اصل در نطق میان دستورش اول از وحدت ملی حرف زد بعد ترورهای فرانسه را محکوم کرد و در ادامه حصر موسبی و کروبی را به زیان دانست که با اعتراض نمایندگان مجلس روبرو شد و نطقش با شعار مرگ بر فتنگر ناتمام ماند با گذشت چند روز از این نسخه نیمه تمام واکنش ها به این ماجرا و اینکه متحری اصلا کدام طرفی است ادامه دارد اعتماد می نویسد علی متحری آن روز خود خودش بود نیمی اصولگرایی تمام ایار و نیمی اصلاح طلبی تمام قد نطخش که شروع شد بهبه و چهچه نمایندگان هم شروع شد بحث ساپورت بود و ساپورت پوشان اما نیمه دیگرش را مخالفان حتی لحظه ای هم تاب نیاوردند. دو دقیقه پایانی نطق جایی بود که علی متحری دوباره روی دیگرش را نشان داد تابناک می نویسد جرم متحریان است که این سامان ذهنی و فکری را به هم می ریزد. او نمی خواهد یک قبیله باشد. می خواهد یک اصول گرا باشد مبناگرای راستینی که ملاک قضاوت و داوریش اصولش باشد. نه قبیلش. اما جنجال اخیر مجلس باعث شده تا برخی روزنامه ها نگاهی داشته باشند به نطقهای ناتمام و درگیری های فیزیکی که مجلس شورای اسلامی به خود دیده است. پانزده مهر سال شست. مهندس بازرگان در مجلس اول زمانی که میخواست درباره انتخابات آزاد سخنرانی کند نطخش نیمه تمام ماند. بازرگان گفت علما خوب است در سیاست و مدیریت مملکت دخالت نکنند چون تجربهشان کم است. جمله که فریاد مرگ بر بازرگان و حجوم به او را در پی داشت. یکی از معروف ترین حمله کنندگان به او صادق خلخالی بود. مجلس ششم پر بود از تنش قدرت الله علی خانی میخواست به هنگام قرائت نطق استعفای فاطمه حقیقت جو به او حمله کند که مانع شدند همین علیخانی در دور هشتم نتوانست نطق خود را در مورد انتخابات 88 به پایان برد چون کوچک زاده با ای به سمت او حرکت کردند اعتماد می نویسد مجلس هشتم هم که پر از حاشیه بود استکاک کوچکزاده ممتحری که در یکی از جلسات علنی مجلس به همکلاسی بودنش با کوچکزاده اشاره کرد و اینکه همه او را کوچک صدا می زدند. نطقی که باعث شد کوچکزاده یکی از اشیاء دم دستش را به سمت متحری پرتاب کند. باید دید نمایندگان مردم در کدام مجلس دست کم به اصل 86 قانون اساسی پایبند میمانند.